در چند هفته اول هدف آنها سرکوب ما بود و هدف ما مقاومت و مبارزه. بعد ما سرکوب شده سر جای ما نشستیم، آنها هم دیگر کم فشار آوردند. تنها مقاومت ما سر موضع ماندن ما بودند. بازگشت به سوی آنها شده بود. آنها میخواستند از ما افرادی بسازند در راستای اهدافشان، اما نه الزاماً مثل آنها. اگر ما دست از مبارزه بر می داشتیم و قوانین بند را قبول می کردیم، شاید برایشان کافی بود. اما ما مثل فنری بودیم که به یک طرفی زیاد کشیده شده بودیم. لذا بعد از رها شدن فنر برای تعادل و قرار گرفتن در نقطه وسط مدتی زمان لازم بود و ضروراً تا فنر به طرف دیگری رانده می شد تا بعد از کل این مرام و رفتنها نهایتاً حالت تعادل خود را دوباره باز یابد. بسیاری از ما در آن شرایط ناخودآگاه به قالبی پناه بردیم که نیازهای درونی ما را در حفظ خود و ممانعت از نابودی شخصیتی ما تغذیه نماید و آن در کنار نفی گذشته ناشی از تناقضات و تضادهای خود ما و جریانات سیاسی ما کشیده شدن به سمت جریان نقطه متقابل و پذیرش آن بود. در پناه این پذیرش ما می توانستیم مدتی جان بگیریم تا وجودمان دوباره خود را بازسازی نماید. این چکیده ای از نظر من است. در تابوت ها چشمند سیاه و تاریک در برابر چشمانم به مانند یک صفحه سینما شده بود. تمام زوایای زندگیم باریزترین خاطراتم از جلوم می گذشتن. من تماشاگر آن صحنه ها شده بودم و نقد و تحلیلگر آنها، یک ارزیابی عمیق و بی‌وقفه. این حجاب و چادر چشم‌بند مرا در دایره خود و دنیای درونم فرو برده بود. به درون و عمقی که شاید سالهای سال به آن اهمیتی داده نشده بود و امروز فرصت رویارویی با آن بود. قطع از تمام روابط دلخواهم، قطع از خواسته ها و مشغولیاتم، قطع از همه تفریحات معمولی زندگیم و حالا خودم رو می دیدم با تمام رگ و خون و پی و چرک های درونم. بعدها با کشش به عرفان و خودشناسی و خداشناسی عوامل مشابه را در بسیاری از عرفا و بزرگان تاریخ می دیدیم. البته انتخاب آنها اکثرا خودآگاه بود و قلیلی هم ناخودآگاه. بودا خود را وادار می کند که روزهای متوالی بدون ارتباط با کسی در کنار درختی بنشیند و به دور از دنیای اطرافش باشد. این مرحله از خودسازی و ارتقای روحی او بود. پیغمبر اسلام محمد 40 روز در غار حرا بدون ارتباط و بازگشت به دنیای معمولش باز حداقل معاش به عبادت و راز و نیاز می‌پردازد تا به او وحی و یا به تعبیر علمی به هالوسیناسیون برسد و به دنبالش ادعای پیامبری می‌کند. من چند سال بعد از آزادیم در سفر حج به آن غار حرا رفتم تا محل عبادت و وحی محمد را از نزدیک ببینم. این دنیای تنهای بازگشت به خود و ارتباطات با دنیای ورای آنچه ما مشغول آن هستیم را در مطالعه زندگی اشخاص برجسته علمی، دینی، هنری و عرفانی به وضوح می توان دید. در نگاه به عوالم دنیای خود شاید حقیقتی بود به نام بازگشت به خود و آشتی با عمق وجود انسانی و ارتباط تنگاتنگ با هستی مطلق. من عارف بزرگ، پیامبر یا دانشمندی نابغه نبودم که به این حقیقت آگاهانه و داوطلبانه برسم. من زندانی سرکشی بودم که جبر تاریخ و ضرورت زندگیم مرا در شرایطی مشابهی گذاشته است که دستن در کاران آن دشمنانم بودند. ولی به دست همین دشمنانم با اندک گرایشات مثبت ارشاد و هدایت انسان‌ها شاید هدفی جز سرکوب و فرونشانی عقده‌های خود نداشتن، من توانستم خوشبختیم را در بطن بدبختی لمس کنم. در این مدت
حاج آقا چندین بار مرا پیش خود خواند و شروع به صحبت با من کرد. رفتار او کمی آرام و منطقی شده بود. توابین جدید و برگشت آنها روی او و روش برخوردش با زندانیان تأثیر گذاشته بودند. او سعی میکرد از خود چهره ریبرال و با اندیشه‌ای را نشان دهد و به روش مسالمت آمیز و گفتگوی زندانیان را به سوی خود بکشد، نه با زور و کتک و فشار. و این قدم بزرگی برای حاجی داوود بی سواد معروف به جلاد و شکنجگر بود. هرچند در این روش‌های مسالمت آمیز او تحمیل القا و فشار هنوز جای پای خود را نشان می‌دادند. هرچند در این روش‌های مسالمت آمیز او تحمیل القا و فشار هنوز جای پای خود را نشان می‌دادند. یک بار حاجی پیش من آمد و در حالی که سعی می‌کرد کسی صدایش را نشنود، آرام در گوشم نجوا کرد: یک خبری برایت دارم، مثل اینکه پارتی‌های تو خیلی کلفتن. از شورای عالی قضایی سراغ تو را گرفتن که آیا ما فردی به اسم سیبا مهمان نوبری در قزل حصار داریم؟ من حاشا کردم که چنین شخصی اینجاست. بعد نام یک آیت الله را برد و ادامه داد: نمیخوایی یک فکری برای نجات خودت بکنی؟ تا کی میخوایی اینجا بنشینی؟ کسی نمیتواند به دادت برسد. هیچ کس خبر نداره که تو اینجا هستی. به خودت بیا، فکر کن. نفس در سینه حبس، سراپا گوش بودم ولی دم بردم نمیزدم. حاجی گفت و رفت. حاج آقا میکوشید بیشتر مطالعه کند تا بتواند با روش فرهنگی تاثیرگذار باشد، اما با آن تعجر و بستگی خود هنوز نمیتوانست از آن قالب مذهبی و اسلام بیرون بیاید. از این رو مطالعات و تحقیقات اون نیز همواره با جهتگیری و توجیه و دلیل تراشی برای اعتقادات مذهبیش بود. او مرا پیش خود میخواند و حرف میزد و حرف میزد. عکس العمل من در برابر او سکوت و گاهی هم نگاه‌هایی به او بود. حاجی میگفت که از آن ماجرای تهمت زهره شاه حسینی او به من مهر عجیبی پیدا کرده و دیدگاه منفیش کاملا تغییر کرده است و از آن روز تصمیم گرفته به هر طریقی مرا به راه خودش بکشانند. در این فاصله ما شاهد چندین مصاحبه های پرشور همرزمان سابق ما شدیم که برگشته بودند. از جمله آنها مصاحبه طولانی و تکان دهنده کیانوش اعتمادی از سردسته‌های سهند بود. مصاحبه حوری زاکر که از طرفداران مجاهدین نیز گویا در این زمان بود. مادر حوری اعدام شده بود. مصاحبه اون نیز روی من تاثیر زیادی گذاشت. بعد و قبل مصاحبه‌ها حاجی شروع به صحبت می‌کرد. او دموکرات موانه همه مخالفان را به مناظره و بحث و ایدولوژی دعوت میکرد. در یکی از این دفعات او در حضور هزاران زندانی اقرار به رفتارهای ناشایست اشتباه خود کرد و گفت: من آهنگری بی سواد نمیدانستم با این قشر روشنفکر دکتر و مهندس چگونه برخورد کنم و انگیزه های مبارزاتی آنها را فقط دختربازی و پسربازی میدیدم. به نظر من این تأثیرات را حاجی در برخوردهایش با توابین جدید گرفته بود. نزدیک به 4 ماه می شد که من در جعبه ها بودم. به تدریج نتیجه تجزیه و تحلیل و نقد گذشته و بررسی اشتباهات در طول زندگی و مبارزه و زندان، تناقضات و تضادهای درونی، برگشت های همرزمان مبارز و مقاوم من، تأثیر مصاحبه ها و تأثیرات غیر مستقیم موزه ها، روزه ها، تزریقات دینی، اخبار و پیروزی های رژیم اسلامی در عرصه های مختلف و از آن طرف براخان های حاج آقا به مناظره های علنی و تحریک او در دفاع از اعتقاداتمان هم دست به دست هم دادن تا در درون من ریشه تصمیماتی زده شود. حاجی مرتب از پشت بلنگو می گفت: چرا کسی نمی آید از مرامش دفاع کند؟ بفرمایید این هم تریبون.
و جمله معروف امام حسین اگر مسلمان نیستید آزاد باشید را تکرار میکرد. بیایید مبارز واقعی باشید، نه اینکه مبارزه شما صرفا برای مسائل صنفی و رفاهی باشد. بیایید دفاع کنید، بیایید. من حتی منتظر یک نفر از شما هستم، ولی دریغا. این گفته‌ها و حرف‌های حاجی برایم تحریک‌آمیز شده بود و کم کم مرا به حاجی می‌کشاند. مرا به جایی می‌کشاند که بالاخره به او جوابی بدهم. در دلم می‌گفتم تمام این حرف‌های شما فقط یک ادعاست. شما اگر واقعاً مدافع آزادی بودید، سانسور و سرکوب نبود، تک حزبی و ولایت فقیه نبود، شکنجه و اعدام نبود، وزارت ارشاد نبود، آزادی بیان، دین، اعتقادات، پوشش و ده ها آزادی دیگر بود. اما حرفای من همه در دلم بودن و این جواب دادن ها در خفا ارضایم نمی کرد. در همین کنکاش های درونی بودم که روزی حاج آقا به سراغم آمد. مرا به اتاقی برد، از من خواست که چشمبندم را بردارم که روزی حاج آقا بردارم. بعد با حالتی فاتحانه به من گفت امروز یک نفر میخواهد با تو حرف بزند. فکر میکنم خیلی برایت جالب باشد. بعد از اتاق بیرون رفت. دلم میلرزید. مضطرب شده بودم. مطمئن بودم ملاقات معمولی از طرف خانواده هم نیست. با آن حالت فاتحانه حاجی کسی بود که حضور او برایم تکان دهنده میشد. در آن جو بایکوت مرا جز معدودی دوست خود نمیپنداشتند. آخر چه کسی میتوانست باشد؟ در آن دقایق تنهایی ده ها فکر از ذهنم حضور کرد. لحظات رویارویی من با علی برایم تداعی شده بود. هیجان و تمنای وجودم در چشمانم جمع شده بود و به در خیره مانده بودم. بالاخره در باز شد و من با چشمان گرد از حدقه بیرون آمده دوست صمیمیم پروین مردوخ را با چادر مشکی و مقنعه دیدم که وارد اتاق شد و به سوی من آمد. شوکه شده بودم. باور کردنی برایم نبود. پروین این دختر مبارز کرد، این اسطوره مقاومت و تحمل شکنجه، این و این و غیره. میخواستم با تمام قوا فریاد بکشم نه، این واقعیت ندارد. این پروین نیست که برگشته. آخر او تنها دوست و آرامش دهنده من در اون شرایط سخت برایم مانده بود. مکانیسم پس دادن وقایع برای عدم حس درد آن کارساز نبود و من مجبور به رویارویی با این واقعیت تلخ بودم. پروین کنارم نشست، بی حرکت و بی کلام خیره به او ماندم. او شروع به صحبت کرد، اینکه چرا برگشته، مذهبی شده، خدا و دین را قبول کرده، نماز می‌خواند و حتی گرایش به شیعه پیدا کرده است و چرا و چرا و چرا. کلامی از من بر نمی آمد، اما سراپا گوش شده بودم. پروین میگوید و میگوید. او لحظات برگشت خود آنچنان واقعی و با شور و هیجان تعریف میکرد که تمام گفته‌های او برایم مانند فیلمی به تصویر در آمده بودند. پروین در جبهه غرق در دنیای خود نشسته بود. مردی روحانی در کالبد و شکل بسیار بزرگتری از انسان‌های معمولی در لباس روحانیون با شالی سبز دور سر و گردنش به سراغ او می آید و آرام با محبت دست بر شانه پروین گذاشته و با تانی صدای گیرا می گوید پاشو پاشو بیا نماز بخوان. پروین ادامه می دهد که بعد از این واقعیت رو احساس می کند که باید نماز بخواند و نمی خواهد که دیگر در جعبه ها بنشیند. او بر می خیزد و می خواهد که او را برای نماز ببرند. پروین از این صحنه ها نه به عنوان یک خواب و رویا بلکه یک واقعیت عینی قابل لمس برای خودش تعریف میکرد. با خودم گفتم آیا پروین دیوانه و روانی شده؟ دچار توهمات شده؟ او چه میگوید؟ این دیگر چه معقوله ایست که با آن روبرو شدم؟ آنقدر گیج و منگ شده بودم که نمی توانستم حتی برای او دلسوزی کنم.
پروین ادامه می دهد و از دور و دور کردن شیطان از وجودش می گوید. در حین صحبت از شیطان به دستانش حرکات خاصی می داد. مشت خود را به حالت چنگ بازو بسته می کرد و روی بازوهایش می کشید و می گفت: من شیطان را از خود دور کردم. سیبا، من پیش تو آمدم که از تو بخواهم تو هم به سوی خدا بیایی و در اینجا بیشتر ننشینی. این مبارزه ها بیهوده است. من از حاجی خواستم که با تو حرف بزنم. خواهش میکنم که کمی فکر کن و اینجا دیگر نمان. دیدن پروین با آن حالات روحیش یا برگشت او به سوی مذهب و دین، ارشاد و هدایت من مثل یک جرقه برای آن زمینه های درونی من بود. افکار و ذهنیتم این بار باز به شکل غیر قابل تصویری شکسته شده بودند. یکی از شاخصهای شکوفایی روان انسان در میزان حیرتها و شگفتیهای او نهفته است. روایتی از امام علی نیز به نوعی بی ارتباط با این شاخص و شکوفایی انسان نیست. علی میگوید: خدا را نشناختم جز در شکستن اراده هایم. هر آنچه اراده و تصور کردم او خلافش را نشان داد. از این حقیقت والا و در آن شاخص روان در این حقیقت والا و در آن شاخص روانشناسانه حیرت و شکست شدن باورها و تصورات همگی آبستن دریافتا و دانسته های نو هستند که به بار آورنده شکوفه های انسانی خواهند بود. و زندان، این عرصه پربار زندگی من، چه بسیار حیرت ها و شگفتی هایی را با پیاپی شکاندن تصورات و باورها و اراده هایم برایم برمغان آوردن. پروین گفت و گفت و گفت. بعد او بدون اینکه کوچکترین عکس العملی از من ببیند اتاق را ترک کرد و این آخرین باری بود که من پروین را دیدم. من از رژیم و جمهوری اسلامی و تمام وابستگان او متنفر بودم، ولی می دیدم که باز من از پروین هم مثل علی نفرت ندارم، هرچند در جبهه دشمنان من قرار گرفته بود. او داوطلبانه با قصد نیت خالصانه برای گفتگو و ارشاد من آمده بود. این مسئله بیشتر باعث شد که من در تصمیم خود در دفاع علنی از اعتقاداتم را سخت‌تر گردم. اعتقاداتم را سخت‌تر گردم. بزنیم ببینم چقدر وقت داریم. وقت داریم. مرسی منشا. کجا بودم؟ من در مصاحبم با رادیو زمانه در اواخر سال 2006 از پروین نام بردم و گفتم که آرزوی دیدارش را دارم. امید داشتم شاید توسط این مصاحبه او را پیدا کنم. مدتی کوتاه بعد آن تصادفاً برادرش معین با من در ارتباط قرار گرفت. من از طریق او فهمیدم که پروین در سوئد زندگی می کند و توسط معین برایش ایمیلی فرستادم و از این ماوقع که اینجا نوشتم برایش گفتم. متاسفانه عکس العمل پروین بسیار تند بود. بچه سرد اینجا بود. متاسفانه عکس العمل پروین بسیار تند بود. او متن نوشته من را درباره خودش حاشا کرد و به معین پیغام داد که به دلیل این نوشته حاضر به ارتباط مجدد با من نیست. خواهرش لاله نیز همینطور. به هر حال جا برای اعتراض و انتقاد همه دوستان باز است و من نظراتم همه را در سایت و کتاب‌های خود خواهم آورد. امیدوارم که همه به دور از برخوردهای صرفاً هیجانی شنوای نظرات هم دیگر باشند. با خود گفتم از همرزمانم، از گروهم، از زندانیان مبارز در زندان، از همسر و خانواده و فامیلم، از همه و همه بریدم. پروین هم آخرین بازمانده از همرزمان و دوستانم بود. پس برایم چه مانده جز اعتقاد و ایدولوژی من؟ می گفتم اگر روزی روزگاری که برایم بعید بود آزاد شوم، باز هم
باز هم یک تنها خواهم ماند و تنها مبارزه را ادامه خواهم داد. اصلی دیگر برایم باقی نمانده. در این جعبه ها به دور از دسترس دیگران به چه امیدی زنده‌ام؟ از چه میترسم؟ از اعدام؟ پاشو و از این تنها رشته وجودیت دفاع کن. پاشو. در این مدت تضادها و تناقضاتم و نقد و بررسی درونیم با فراخوان‌های تحریک‌آمیز حاجی مرا به دفاع از مواضع اعتقادیم رسانده بود، ولی رویارویی با پروین جرقه این حرکت را در من زد و من تصمیم قطعی خود را گرفتم. چند روز بعد من دست بلند کردم و خواستم با حاجی حرف بزنم. در این زمان توابین مراقب در جعبه ها از افراد خشن و نادان مثل زهره شاه حسینی ها نبودند. همان گونه که روش حاج آقا ظاهرا مسالمت آمیز به خود گرفته بودند. توابین مراقب هم از افراد متدین و آرام و متین انتخاب می شدند که نقششان بیشتر ارشاد بود. با درخواست داوطلبانه من به گفتگو با حاج آقا، آنها امیدوار به بازگشت یک زندانی دیگر از جعبه ها شدند. فکر کردند که من هم با حاجی میخواهم بگویم پس از من فکرهایم را کردم و نمیخواهم دیگر اینجا بنشینم. طرف های شب حاجی به سراغم آمد و مرا به سالونی برد. او کنار من نشست و خواست که چشمندم را بردارم. من رو به او شروع به صحبت کردم. حاج آقا، شما همیشه در جمع زندانیان مطرح کردین چرا کسی نیست از مواضع و اعتقاداتش دفاع کند و حاضرید حتی تریبون را در اختیار چنین کسی قرار دهید. حالا من اعلام میکنم که میخواهم صریحا از مواضع کمونیستی هم دفاع کنم. اگر شما راست میگویید تریبون را در اختیارم قرار دهید. من اعتقادات خود را بسیار برتر از مذهب شما میدانم، ولی بر این باورم که شما هرگز این تریبون را در اختیار مخالفان خود قرار نمیدهید. حاجی متعجب و حیرت زده لحظاتی به من خیره شد و بعد گفت: خیلی خوشحالم، این نشانه صداقت توست، اما حاضری که الان هم از اعتقاداتت دفاع کنی؟ آره، حالا برایم فرق نمی کند. به این نقطه رسیدم که در همه جا و در هر شرایطی حتی زیر شکنجه و شلاق دشمنانم همون را نشان دهم که هستم. من توانایی زیادی برای بحث ایدئولوژی ندارم، ولی برایم از اعتقاداتت بگو. من شروع به بیان نقطه نظرات سوسیالیستی هم کردم. از جامعه اشتراکی، مالکیت عمومی، شوراهای کارگری، تنفرم از سرمایه داری و ایدئالهایم گفتم. من حرف می زدم اما می دیدم که نوع نفرتم مثل سابق نیست. انگار مجموعه شرایط و این نقطه آغاز در گفتگوی مستقیم با رفتار گرم و صمیمانه حاجی یخ انزجارم را آب کرده بود. حاجی هم به آرزویش رسید که کسی با او صریح باشد و صادقانه در برابرش بایستد. او این را یک ارزش والایی میدید. از این رو من برایش بسیار با اهمیت شده بودم. با تانی و با احترام با من بحث میکرد. او هم درباره مسائل مختلف مثل شوراهای اسلامی حرف زد و ابراز تمایل کرد این مباحث را ادامه دهیم. میگفت بضاعت علمیش کم است، ولی شدیداً به اسلام و مذهب پایبند وابسته میباشد و برای حفظ آن هر کاری میکند. به سر جای خود برگردانده شدم. بس با حاجی ملایه‌ترم کرده بود. انگار منتظر تلنگری بودم تا مقاومتم در برابر او سست‌تر گردد. روز بعد حاجی خودش به سراغم آمد. من فکر کردم که از عهده مباحث تو نمیتوانم برایم. دوست داری با آقای موسوی مسئول ایدئولوژیک زندان وارد بحث شوی؟ باشه، مایلم. بچه تا اینجا که برای آقای موسوی بود براتون خوندم که زیبا میخواست با آقای موسوی صحبت کنه. بزنیم ببینم بچه زیبا هست. بکنم امروزشون دیر شد نیومد، نیستش تو لایف.
بچه زیبا هستش بمونی؟ آره. دیر شده امروز یکم میگم دوبار یه بار قطع کردم دوباره خوندم بودی من یکم بدن خوابم بود کشک خوردم از شدت شوقش کشک وقتی رفت اینقدر خوابم برد بعد صبحم که صبحونه هویج خورده بودم و اینا اصلا دیگه من سنگینه کشک سنگین میکنه آره تو خیلی خوب بود داشتم گوش میدادم منو برده بودی توی فضای دیگه خیلی دیگه من این کتابه میخواسته بخونه های خود به این کارا حالا دوباره چی بشه تماشا اصلا قبوله که مادم بهت بگم که ولش کن اگه میخوای چرا؟ گفتم احساس کردم که یه خستگی داری یا مثلا نه مال اسباب کشیه زیبا به خاطر که من در روزی که دفعه دومش دیرم دفعه دوم که خوندی آره بشه همی که قبل میخوندی ولی دفعه اول اصلا انگار خواستم اینا صدا میکردن منو بعد همون موقع من اومدم یعنی اومدم موها خیس بود اومدم تو خونه بیرون بار و اینا اذیت میکردن حواسمو نمیتونستم جمع کنم برای همین گفتم بسید یه ذره خودم چیز بشم دوباره برگشت. ببین سوالی اگه داری بپرسید من جواب. نه خود من گفتم اگه خود چون بچه ها اون دفعه خیلی بر من پیام دادن که ما خیلی خوشحال خیلی دوست داریم وقتی زیبا خودش میاد بعد از اینکه تو میکنی در مورد حالا اون محیط و اینا توضیح میده ما بیشتر مثلا دوست داریم گفتم اگه شما خودت دوست الان خسته نیستی میتونی تو این بخش خوندی رویاروی من با پروین مردوف بود یعنی وقتی که حالتی برگشت گفته که من میخوام یکی رو بیارم اصلا فکرشو نمی کردم که اون باشه وقتی دیدم و بعد اون حالتهایی که تعریف میکرد که چطور برگشته بعد مثلا میگفت من یه مردی رو ده آخه اون پروین مردوخ ناس مردوخ اینا سنندجی هن اینا سنی هن دیگه بعد میگفتش که من اصلا شیعه شدم و دیگه اعتقابت با چادر مشکی اومد کسی که این همه شکنجه و اینا رو تحمل کرده بود بعد یه دفعه موقعی که اصلا آدم فکر کرد که دیگه از این مراحل گذشته و امکان بازگشتش مثلا دیگه خیلی دیگه اصلا به هر حال دیگه اون کتک ها و اون چیزا اینا نبود دیگه ولی تو اون شرایط یه دفعه پروین بر میگرده و بعد پروین تنها کسی بود که من خیلی قبولش داشتم در واقع اونم تنها کسی بونده بود دیگه و من تو اون شرایط هم من اصلا انگار تو هر مرحله باید ترد میشدم میدونی همیشه تعداد محدودی با من بودن و اینا بعد اینو که رویارویی با این پروین مردوخ و اون اسوه مقاومت اسوه مثلا قهرمانی بعد این حرفایی که میزد من گفتم این دیوانه شده بعد داره میگه من مثلا یه کسی رو دیدم آدمی که خیلی ها من دیدم وقتی میخوان یکی رو ارشاد کنن از یه حرف هم مثلا میزنن که من کسی رو دیدم بوده نمیدونم راست بوده رو باشه همه هم میان با شال سبز مثلا دیدیم یکی رو دیدیم من انقدر که این چی رو دوست داشتم پروین رو دوستش داشتم و پروین چون خیلی مقاومت کرده بود و خیلی هم مثلا من اگه بگم من اگه یک کتک خورده بودم اون 10 کتک خورده بود اگه مثلا چون یه خیلی اونو میزدن چون همش کرد بود هم حالا نمیدونم چه چیزی چه مسائلی داشت که اشکال نداره زنگ تلفن جدید تلفن جدید
بذار بدم فوزیا آخه امروز چیزای فسنجون آورد و درست کردیم و خوردیم. آره دیگه به هر حال این میشه گفتش که بذار من در ببندم فوزی هم راحت بتونه. فوزیه پیشته؟ آره آها من فکرم رفتم سلام. فکر کردی زنگ چیه؟ من فکر کردم خندیدی به خاطر نه من چیه. فکرم کسی به اونی که تلفنت داره زنگ میزنه، من اینجوری فکرم. نه نه تلفن های من همشون سایلنت هم. آره هیچی دیگه. آره نگاه کنین بسات چای و اینا همیشه با شیرینی و چای اینا از فوزی است. خیلی خوبه. آره ولی خب من این دیر غذا خوردن امروزم و اون کشک و خوردم و بعدش خوابم این چه زر فشارم اومد یکم پایین و دیگه یک کوچولو ته سردرد دارم. آره نه خب حالا خوبه همینم صحبت خوبه. برحال این داستان چیز من که با صحبت میکرد اصلا این احساس به دست میداد که مثلا حتی یه درصد میشه خودت بگی خب این داره درست میگه خودت، تا بین خود مثلا منم این کار بکنم که لاغن حالا حتی به ظاهرم که شده از این تابوت ها نجات پیدا کنم، مثلا برم یه آقا منم گوشت خب من که تو موزه مخالف بودم دیگه، موازه بودم اینا رو دشمن خودم میدونستم. خب گفتم خب ببین چیکار کردن این چی شده. معلومه که مثلا میگفتم این باور نمی کردم که این باور نمی کردم که این چیز کرده. خب مثلا واقعا برگشته ولی چون اعتقاد به مثلا میگفتم خب یعنی من رو شکستون. گفتم چطور ممکنه آخه این فردی که خب دوره شکنجهاش گذشته دوره چگاش گذشته بعد اصلا یک کس انقدر قهرمان برای ما بود، چه عاملی باعث شد که مثلا این مثلا برگرده و اونم این اینجور برگرده از مثلا و بعد بیاد میگفت. ولی من میگفتم این دیوونه شده یا چی شده. خب تو ذهن خودم دیگه وقتی مثلا اینجوری میکرد میگفتش که من شیطان رو از خودم دور کردم، شیطان رو از خودم دور کردم، اینجوری میکرد. بعد مثلا یا اون آدم روحانی رو دیدم اونجوری. ببین نمیشه گفتش که اینا دروغ میگن، میدونی یه موقعی چون من خودم توی افرادی که تروماهای شدیدی داشتن و فشارهای روحی شدیدی داشتن مثلا دیدم که خب متوسل میشم به اینکه بدن آدم متوسل میشه بر اینکه این چیز رو بسازه مثلا که احساس آرامش کنه. من خودم شخصا حالا برسید به اون جایی که وقتی الان نگاه میکنم میگم که خب آیا مذهبی شدن تو دروغ بود؟ ببین دروغ نبود، دروغ نبود، من که میدونم دروغ نبود. خب من که میدونم به خاطر این نبود که مثلا تو اگه بخواستم این کارو بکنم که صرفا به خاطر اینکه منو آزاد بکنن من این کارو بکنم یا مثل اون چیزا روی صرف منافع شخصی خودم این کارو بکنم، خب اون اولش میکردم دیگه. آره مثلا میگفتم آره شما منو آزاد کنید فلان کنید بهمان کن من با شما هم کنم. ولی یه بخش از حقیقتم توی این حرفای اینا هستش. آدمایی که احساس میکنن خب چطور میشه یه آدم ببین ناخودآگاه من نیاز داشت به یک سمتی که من کمتر آزار ببینم. نه چجوری میگم مثلا من بعدها خیلی به این فکر کردم که چرا انقدر من اون زمان
به خدا نیاز پیدا کردم. چرا من انقدر حسرت مثلا مذهبی ها رو میخوردم، میگفتم که چقدر اینا خوبه که خدا رو دارن. یه چیزی چون من کمونیست بودم و حالا چرا من انسان چرا حسرت میخوره، چرا حسادت میکنه؟ از یک کمبودیه، میدونه؟ و کمبود من بعد دیدم من کمبود دارم. یعنی خیلی نکته ظریفیه، کمبود اینو داشتم که به یک انقدر دیگه خسته شده بودم، انقدر دیگه مثلا فشار روحی اومده بود، بدن من میگفتش که اگه مثلا کسی باشه تو صداش بکنی آروم میشی. بعد اینه که وقتی من اصلا حس میکنم تو اون شرایطی که من بر میگردم، اصلا انگار ناخودآگاه میخواستم یه چیزی باشه که دیگه رها بشم، رها بشم از این که وقتی دیگه اعتقاد من کم بیاره، متوجه؟ اعتقاد کمونیستی من کم بیاره و من بتونم به این ور بیام. وقتی این ور میام کمتر فشار میاد به من، فشار اجتماعی، فشار روحی، فشار چون از اون ورم زده شده بودم، از این ورم زده شده بودم. بعد احساس کردم که مذهب در اون مقطع برای من یه تکیهگاه بزرگی شد، یه تکیهگاهی شد که احساس کردم منو نجات داد، نجات داد درونم. خدا برای من یک تکیهگاه شد که من اصلا بتونم حتی صداش کنم. صدا کردنش اون چیزای درونی من رو رفع کرد. این واسه همین من میتونم تا حدی، وقتی که من وقتی نگاه کردم به پروین، مثلا میگفتم خودم میشکستم با دیدن پروین، چون پروین من بود، من بودم. بعد میگفتم آخه مکه و پروین نقش خیلی مهمی در اون زمان در شکسته شدن من داشت. اصلا من کاری ندارم به این که درست میگفت، درست نمیگفت، راست میگفت یا نمیگفت. به هر حال اتفاقی بود که توش افتاده بود و دیگه وابستگی نداشت به گذشتش و برای من یه فرد انقدر اسوه، احساس کردم باید این میومد و منم گیواب میکردم. کاری که الان میکنم، من اگه یه کسی بخواد به من حمله کنه، مبارزه کنه، فلان کنه، من گیواب میکنم. و پروین این نقش رو داشت، هرچند اگر من خیلی پروین رو دوست داشتم و خیلی دلم میخواست که حتی معین و برادرش رو، به خاطر اینکه برادر پروین بود و برادر کسی بود که در یک زمانی برای من خیلی ارزشمند بود، من معین رو دوست داشتم. اما زد زیرش بگو من این رو نگفتم برای پروین نخواست با من ارتباط بگیره. پروین الان به این نشون میداد که چقدر با گذشته خودش بیگانه شده. خیلی از این سیاسیون، اصلا الان کیانوش اعتمادی که الان هم کشور توه توی انگلیس هست، خب اینا ترجیح میدن حتی اسماشون عوض بشه، چهره هاشون عوض بشه
ولی گذشتهشون رو ایگنور میکنن. فرار میکنن ازش. خب و هر کسی که از گذشته هستش رو نفیش میکنن. و پروین یک نفر نبوده، هزاران نفر این کارو کردن. چند نفر شما از آدمایی که سیاسی بودن و دارید میبینید که اومدنم تو خارج یا تو ایران هم هستن ولی اصلا یه چیز کشیدن رو پشت؟ نمونه شوهر تو مجید نمیخواد، یعنی انگار اون قسمت رو با سیستم با پس زدن، یعنی این وجود نداره و این کاریه که مردوخا کردن. برادرش هم سیاسی بود، بعدا تعریف کرد که کجا بوده به کردستان چه کارا کردن. لاله مردوخ هم سیاسی بود، اینا اونو لاله مردوخ و پروین مردوخ هر دوتاشون زندانی بود. لاله خواهر کوچیکه بود. خب اینا تو سوئدن، شاید الان اصلا میبینن، شاید منو میدونم، ولی نمیخوام. خیلی بعد پشت حریم خصوصی قایم شدن و پشت این که یه آدم دیگه شدن، یه زندگی معمولی. و خواهر من خودشم یکی از اینا، سیما گذشته سیاسی شیشکی نباید ازش حرف بزن. چرا؟ و از اون انگار دنبال نه که پاک کنن زندان هم نبوده، خیانت هم نکرده، فلان هم نکرده. اینا یه احساس، یه زدگی خیلی حس دافعه شدیدی پیدا کردم به اون قسمت از زندگیشون، در حالی که بایستی با اون قسمت از زندگیشون آشتی کنم و پروین یکی از ایناست، خواهر من یکی از ایناست، خواهر من و خیلی کسای دیگه، و خیلی کسای دیگه، برادر من، هزاران نفر، هزاران نفر، هزاران نفر. چقدر سیاسی رو رفتن خارج. الان مگه مجید سیاسیه؟ سیاسی نیست که الان. دو تا شاید، حتی یه دونه شاید بحث سیاسی با تو نمی کنه. نمی کنه. من میدونم. همین در مورد خواهر منم همینطور بود. الان همین پروین ها و فلان و اینا رو که بگیرید خارج از کشور، اینا بخش عظیمی از این مبارزان گذشته رو نشون میده. حتی خیلی هاشون زندانی نبودن ولی فرار کردن. حالا به نوعی ریشه اینو باید پیدا کرد و من ریشهش در این میدونم که در واقع این با این بخش خودشون مسئله دارن، ولی من تونستم حداقل اون بخش خودم رو ببینم، اون بخش خودم رو بنویسم و نظارگرش باشم. نه این کار رو کردم، چه اتفاقی افتاده؟ ببین چقدر آدما از خود اطلاعات کتاب من گرفتن بر علیه من استفاده کرد. هزینه داره، هزینه داره. من خودم بهشون مثلا میگفتم چیکارا کردم، بعد اینا دو تیکر رو میگرفتن میبردن بر علیه من استفاده میکرد. این اینجوری بود. و من خودم اقرار کردم که تواب بودم، من خودم اقرار کردم که با پاسدار ازدواج کردم، این من بودم که زندگیامو علنی کردم. پس این افراد از چی میترسن؟ از اینکه یک هزارم اتفاقی که سر من افتاده سر اونا بیاد، مورد سوال قرار بگیرم. برای همین
خواهر من ترجیح میده بیاد بره یه مهندسی بشه، یه موقعیتی پیدا کنه، فلانی بشه، برای خودش یه زندگی پیدا. حالا در این بخش از کتاب پروین مردوف، خب اسمش رو آوردم، عکس خواهرش رو گذاشتم. خب جالبم اینجاست معین آشنا میشم اینجوری که تو نیویورک بود، بعد میگفت من فرار کردم جایی که هیچ کس منو پیدا نکنه. داداشش معین معین یه برادر دیگه شو من پاریس میبینم، عبدالله، حالا اونم اسمشو کرده بود یه دونه آندریا، نام آندریا، آندریا، آندرا، یه اسم فرانسوی براش گذاشت. چه آدم پیدا شدین گردی بازن هیچ کی پیدا نکنه زیبا پیدا تون کرد. آره آخه خیلی جالبه، بعد که پیدا میکنه بعد یه دفعه میبینه که سر یه جریانی با من آشنا میشه، من اسمشو که میبینم مردوخ میگم شما مردوخ فلان و اینا دیگه براش میگم، ولی خب سر یه جریان دیگه ای منو پیدا کرده. برها یکی یه سوال کرده در اون مستند شاهدان چشمن زده صحبت کردی در مورد بهاره، چی میخواستی بگی که حرفت رو نزدی؟ آها در اون مستند اینو پینش کن. من نمی ندیدمش، همین داشتم میخوندم. آره یه بار دیگه پینش. میتونه بنویسه، اگر یه بار دیگه بنویسه من پینش میکنم. آره به هر حال در مورد این مسئله من تو اون فیلم شرکت نکردم چون اصلا اینا منو قبول ندارن، این چپی ها منو قبول ندارن و با من مخالف من هستن، بعد با من چیز نمی کن چون که من توبه کردم و اینا توبه کردن منو اومده بودن که خوب مصاحبه کردم با من، مصاحبه بازجویان بدون چشمند، بازجوی بازجویی و بازجویی هم با من بود از من، و میگفتم بیا بگو قربانی هستم، گفتم با من قربانی نیستم، من قربانی نیستم، حالا میخوای من بیام هی بگم آی رژیم فلان بهمان، اگه قرار قربانی باشم قربانی شما هم بودم دیگه. خوب گفتی بهشون. مگه اون زمانی که من 6 سال کمونیست بودم چه فرقی میکرد با اون زمانی که من مذهبی بودم؟ حالا اون به چیز نرسه، بالاخره تو اونجا یه سیستم حکومتی بود دیگه، داستانهای زیادی هست ولش کن. ولی یکی بچه ها شما با دو تا پاسدار ازدواج کردی، میخوام یه شما درستش میگه من بگم یه پاسدار بود ازدواج کردیم شما. من با یه پاسدار ازدواج کردم، اونم که آره جمال شیرما بچه ها ببینه. آره ولی پاسدارای زیادی تو زندگی من بودم. بکنم یه دقیقه یکی دو دقیقه دیگه قطع میشه. آره نوشتی چه زشتی چه جستی گرفتی بابا، سرم درد میکنه. آب زیاد بخور زیبا. آب آره منو بردی به دوران پروین مردوخ. یه روزی میبینیش، یه روزی دوباره یه روز میبینیش. آره چی بشه بای بای تا بعد. مرسی بای. اینم خوب. خب بچه من لایو رو سیو کنم الان تموم میشه، نمیخوام یه ساعت بگذره کش نمیذاره. اوکی بچه من مرسی که اومدین، مرسی بودین. سعی میکنم فردا هم بذارم که دوباره داستان میام داستان، حالا کتاب چیز نشه کلا یکم که زودتر تموم شه دیگه که شما این همه منتظر نمونید. سعی میکنم که فردا هم بذارم که تو بخونمش. مرسی که اومدین، ممنون از همتون. بای.